به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. 29 رئیس دادگاه عالی پاکستان سوگند یاد کرد. فائز عیسی روز یکشنبه 26 سنباله به عنوان 29 رئیس دادگاه عالی پاکستان سوگند خورد. در جریان مراسم سوگند که توسط عارف علوی رئیس جمهور پاکستان اجرا می شد، سارینا عیسی همسر فائز عیسی در کنارش حضور داشت. گفته می شود که آقای عیسی به یک خانواده سرشناس پاکستانی بستگی دارد. پدر او قاضی محمد عیسی، رهبر تحریک طالبان پاکستان، رهبر تحریک پاکستان و از نزدیکان محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان بود و پدر بزرگش قاضی جلال الدین نخست وزیر منطقه کلات در دوران استعمار بریتانیا بود. بر بنیاد گزارش‌ها، پدر بزرگ قاضی فائز عیسی قبل از آن که از افغانستان مهاجرت کند در این کشور نیز به عنوان قاضی کار می‌کرد. اجداد او نه تنها در پاکستان بلکه در گذشته در دولت‌های افغانستان، هند، بریتانیا و ایالات کلات نیز مناصب دولتی مهمی را بر عهده داشتند. وزیر دفاع سابق پاکستان: تروریست‌ها با پوشش همراهان بیمار از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند. خواجه آصف وزیر دفاع پیشین پاکستان بار دیگر تاکید کرده که طالبان پاکستانی متحد طالبان افغانستان است. او مدعی است که تروریست‌ها به عنوان همراهان بیماران از افغانستان وارد پاکستان می شوند. آقای آصف در واکنش به باز شدن مرز تورخم در یادداشت در اکس نوشت: مشکلات پاکستان و افغانستان تنها به تردد بیماران و تجارت از گذرگاه مرزی تورخم محدود نمی شود. او در ادامه نوشته است که در حال حاضر مسئله اصلی استفاده توریسم از خاک افغانستان علیه پاکستان است. گذرگاه مرزی تورخم که پس از درگیری مرزبانان پاکستانی و جنگجویان طالبان به مدت 9 روز بسته بود، روز جمعه بازگشایی شد. افزایش ناامنی‌ها و تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان موجب شد تا مقامات پیشین و فعلی پاکستان واکنش جدی نشان دهند. آقای آصف میگوید تحریک طالبان پاکستان متحد کابل است و به عنوان یک همسایه و برادر وظیفه افغانستان است که ارتقای صلح را تضمین کند. وزیر دفاع پیشین پاکستان پیش از این نیز طالبان افغانستان را متهم کرده بود که به تعهدات خود بر اساس توافقنامه دوحه عمل نمی کند و اجازه می دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. چند پیش وزیر داخله موقت پاکستان نیز از استفاده از خاک افغانستان برای اعمال خشونت در پاکستان انتقاد کرد و خواستار تعهد طالبان به توافقنامه دوحه شد. انورالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان از پیش گرفتن سیاست در خصوص اخراج مهاجران غیرقانونی در آن کشور خبر داد. بر بنیاد گزارش روزنامه دان پاکستان، کاکر روز جمعه در یک نشست خبری گفت که هیچ افغان بدون ویزا نمیتواند که در داخل پاکستان زندگی کند. نخست وزیر موقت پاکستان با تقسیم افغانها به افراد ثبت شده دولت، فاقد مدرک اقامت و افراد با هویت جعلی افزوده است: افغانها که ویزا ندارند به کشورشان برگردانده میشوند. او در پاسخ به پرسش در مورد مشارکت مهاجران افغانستان در قاچاق بیرون مرزی گفته است: روی یک سیاست موثر در این زمینه توافق شده است. این در حالی است که از چند ماه به این سو پلیس پاکستان در اسلام آباد و شمار دیگر از شهرهای این کشور به طور گسترده دست به بازداشت پناهجویان افغان زده است. پیش از این سفارت افغانستان در پاکستان تحت مدیریت طالبان گفته بود که بازداشت پناهجویان افغان در این کشور روی روابط دو کشور تاثیر منفی می‌گذارد. بازار سلاح‌های آمریکایی در منطقه دره آدمخیل در حومه پشاور. از شهر شلوغ پشاور عبور می‌کنیم و از مسیر خیابان کوهات با آرامی وارد دامنه دره آدمخیل می‌شویم. کوههای اطراف به هم نزدیک می‌شوند و صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. مشتریان قبل از خرید سلاح‌ها را امتحان می‌کنند تا مطمئن شوند درست کار می‌کند. در میان کوههای زیبای آدمخیل مغازه‌های پر از سلاح و کارخانه های کوچک سلاح‌سازی در دو رسته بازار همسفرم را حیرت زده کرد. تولید تسلیحات نظامی در دره آدمخیل از حدود 130 سال پیش در دره اشغال منطقه توسط بریتانیا آغاز شد. بازار این کارخانه ها در دهه 80 و 90 میلادی که جهاد افغانستان علیه شوروی سابق جریان داشت گرم شد. من و همسفرم وارد دکانی می شویم که دو نوع اسلحه آمریکایی M4 و M21 جلو در مغازه آویزان است.
دکاندار میگوید قیمت یک تفنگ آمریکایی از 400 هزار روپیه پاکستانی آغاز می شود و تا 750 هزار روپیه پاکستانی می رسد. او میگوید می تواند سلاح را در هر جای پاکستان به خریدار تحویل دهد. یکی دیگر از دکانداران که نمی خواهد نامش فاش شود میگوید سلاح و مهمات آمریکایی مانند گلوله، دوربین های شبین و لباس های زرهی در این بازار آورده می شود. به گفته او این سلاح‌ها از اعضای طالبان افغانستان و سربازان دولت سابق در این کشور خریداری شدند. به گفته این دکاندار این یک تجارت زنجیره‌ای از سلاح‌ها از مسیرهای صعب العبور، قاچاق و به پاکستان آورده می‌شود و اینجا بازار گرمی دارد. این مغازه‌دار فروش سلاح‌های آمریکایی را بازار خاصی می‌داند. همه نمی‌توانند این سلاح‌ها را بخرند چون قیمت آن بالاست، اما با این حال این سلاح‌ها به مقدار زیادی فروخته می‌شود. فروشنده تجهیزات آمریکایی در بازار آدم خیل میگوید سلاح‌های آمریکایی که از ناتو در افغانستان به جا مانده علاوه بر پاکستان به کشورهای دیگر نیز میرود. او گفت این سلاح‌ها از طریق ایران به عراق، سوریه، ترکیه و از شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه نیز قاچاق میشود. و در پایان، قبر پاکستان کنده شد. بزرگترین شرکت هوایی پاکستان با ورشکستگی روبروست. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA گفته است که پول کافی برای پرداخت هزینه ها و حقوق کارمندان خود ندارد. رسانه های محلی گزارش دادند که این شرکت ممکن است در جریان چند روز آینده ورشکست شود. عبدالعفی سخنگوی شرکت هوایی بین المللی دولتی PIA گفته است که این شرکت به کمک فوری از بودجه دولت ضرورت دارد. او همچنان افزود در این شرایط تمویل هزینه جاری هنوز امکان پذیر است. با این وجود او افزود که اما ما به دلیل مشکلات در ترازنامه با چالش مواجه هستیم. چند دهه است که اقتصاد پاکستان به دلیل مدیریت ناسالم در امور اقتصادی و بی‌ثباتی تضعیف شده است. این امر سبب شده که پاکستان از روی ناگزیری با صندوق جهانی پول معامله ای را انجام دهد. در گذشته شرکت‌های دولتی که متهم به تورم و مدیریت ناسالم بودند با مشکل تامین مالی روبرو هستند، زیرا دولت به دلیل پرداخت نشدن قرضه ها با مشکلات مالی مواجه می باشد. گفته می شود که از جمله 31 تیاره شرکت هوایی PIA 25 فروندان قادر به پرواز هستند، اما بقیه به دلیل نیاز به ترمیم پرواز نمی کنند. تلویزیون محلی جیو نیوز در جریان این هفته گزارش داده است که این شرکت هوایی با ورشکستگی روبرو است. بنابر گزارش این رسانه در صورتی که کمک فوری با این شرکت صورت نگیرد پروازهای آن در جریان چند روز آینده متوقف خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که شرکت هوایی پاکستان حدود 2.5 میلیارد دلار آمریکایی بدهکار است که در مجموع نسبت به دارایی های آن 5 برابر بیشتر است. شرکت هوایی پاکستان PIA در سال 1955 تأسیس شد که سال 1990 به سرعت رشد کرد، اما به دلیل سیاست بازار آزاد و ایجاد شرکت‌های خصوصی فشار زیاد بالای شرکت PIA وارد شد و از زیان‌های زیادی را متقبل شد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.